سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. من فرشید علوی با یک ویدیو پادکست جدید همراه شما خواهم بود. خب امروز میخوام راجع به سفر خودم و اون قصه های مهاجرت خودم به استرالیا براتون توضیح بدم، همونجور که ازم خواسته بودین. سعی میکنم خیلی خلاصه ولی حالا با جزئیاتی که لازمه براتون توضیح بدم. من اولین بار بعد از اینکه مدرک کارشناسیم رو گرفتم، برای مدرک کارشناسی ارشد و فوق لیسانس اپلای کردم بیام استرالیا. البته قبلش برادر خودم دو سال قبل اومده بود، دو سال قبل‌تر از من، و خیلی جالبه که من چند تا دانشگاه فرستادم، درخواست دادم، ولی درخواست من مورد پذیرش واقع نشد به خاطر اینکه من خیلی بچه درسخونی نبودم و خیلی دوست داشتم زودتر وارد کار بشم. وارد کار شده بودم و بیشتر مدرک دانشگاهی، مدرک لیسانسم بیشتر حالت این بود که فقط مدرک داشته باشم. بنابراین یه مقداری سخت بود برام، چند تا دانشگاه قبول نکردم و در نهایت یک دانشگاه قبول کرد. بعد من خب منتظر هم شرایط آیلتس بودم، هم باید برای سربازی اون که شما وثیقه بذارین و بتونین خارج بشین به عنوان کسی که مشمول هست. خلاصه خیلی شرایط لب مرزی بود، تقریبا دقیقه 90 بود که من تونستم کارامو انجام بدم، تونستم ویزامو اخذ بکنم و وارد استرالیا بشم. خب من وقتی که اومدم، اول که با ویزای دانشجویی اومدم و اینجا بعد از تقریبا 2 سال کارشناسی ارشد رو گرفتم. و شما وقتی که اینجا درس میخونین، البته الان مثلا شاید قوانین عوض شده باشه، به شما یه ویزای گریجویشن میدن که یه دوره 18 ماه است برای بچهای کارشناسی ارشد، که اونجا شما اجازه کار فول تایم دارین، چون وقتی به عنوان دانشجوی بین الملل وارد میشین فقط شما میتونین هفته 20 ساعت کار بکنید. و حالا اون یک سالانی به شما این فرصت رو میدن که بتونید برای حالا ویزای اقامت یا PR یا پرمننت رزیدنسی هم اقدام بکنید، که شرایطش خاصه، امتیاز داره، بعد شما سابقه کار داشته باشین و خلاصه خیلی چیزهای دیگه. و خیلی جالبه که من وقتی که درسم تموم شد، تمام تصورم به این بود که چون من سابقه کار داشتم و در طول درسم هم کار میکردم، کار مرتبط با رشته خودم، فکر میکردم که با امتیاز سابقه کار ایران و سابقه کار اینجا امتیاز لازم رو کسب کردم و هیچ مشکلی ندارم که بخوام برای PR اقدام بکنم، که خیلی جالب بود. من برای PR اقدام کردم و خیلی اتفاقی و به لطف یکی از دوستانم متوجه شدم که من اصلا الیجیبل نیستم، چون شرایط عوض شده بود، قوانین عوض شده بود، چیزی که شما خیلی باید در نظر داشته باشین، چون قوانین مهاجرت تو استرالیا مرتب عوض میشه و طبق قوانین جدید که دقیقاً بعد از فارغ التحصیلی من گذاشته بودن، من دیگه سابقه کارم حساب نمیشد، به خاطر اینکه گفتن هر سابقه کاری قبل از پایان دوره تحصیلی شما دیگه مورد قبول نیست. و من تنها شانسی که آوردم این بود که فهمیدم باید برم و درخواستم رو کنسل بکنم، چون ویزای من رد میشد، چون دیگه امتیاز لازم رو نداشتم با توجه به قوانین جدید. و فقط شانسی که آوردم این بود که تونستم روی ویزای گریجویت باشم، ولی ویزای PRم رو درخواستم و خودم به اصطلاح ویدرا کردم و مجبور شدم برم دنبال درس خوندن برای آیلتس. و اینجا هم آیلتس خیلی سخت نمره آوردن و شما و من بعد اون موقع 4 تا 7 می آوردم و نزدیک 8 بار 9 بار امتحان دادم و نیاوردم و نمیتونستم و خیلی دیگه آسی شده بودم و 2 ویزا هم داشت تقریبا تموم شد، ویزای گریجویت. و خیلی شرایط پیچیده و خیلی شرایط پر استرسی بود. کار به جایی رسید که من تصمیم گرفتم که برم دوباره درس بخونم، برم برای دکترا دوباره درس بخونم، که خب خیلی چیزی نبود که من خیلی خودم دلم بخواد. و همینطور موقعیت کاری هم که داشتم یه مقداری در تردید بود، به خاطر اینکه درسته من به عنوان
پیمانکار و قراردادی کار میکردم، ولی براشون خیلی مهم بود که خب اگر تو ویزا تموم میشه قراره چه اتفاقی بیفته و اینا. که یادم تقریبا یک ماه یا دو ماه مونده بود که ویزای من تموم بشه، خیلی اتفاقی یکی از دوستان من یک وکیلی معرفی کرد، گفتش که برو پیش این وکیل، شاید شرایطی به تو معرفی بکنه یا ویزایی به تو معرفی بکنه که کمکت بکنه. که من رفتم پیش وکیلم که همچنان باهاش دارم کار میکنم، حالا هم برای کارهای خودم هم برای سایر اعضای خانواده‌ام، چون بسیار آدم مورد اعتمادی بود. به من گفتش که شما میتونی برای ویزای فامیلی اسپانسرشیپ مثلا درخواست بدی، و من اصلا نمیدونستم شرایط اون ویزا چی هست و چه چیزیه. خیلی جدید بود برام و رفتم راجبش خوندم، دیدم اگر شما مثلا در اون زمان یکی از اعضای خانوادتون مقیم استرالیا باشه، به شما یک ویزای کار 4 ساله میدن. البته شرایطش مقداری خاص است، شما هر جا نمیتونین زندگی بکنین، یه سری مناطق خاص میتونین زندگی بکنین که اون موقع ویکتوریا و ملبورن جز به اون مناطق خاص بودن. و خلاصه من یادم هستش که شاید 20 روز یا 25 روز مونده بود که ویزام تموم بشه، ویزای گریجویتم، و راجب این ویزا فهمیدم. این ویزا رو سریع تونستم، چون برادرم اینجا همونطور که عرض کردم مقیم استرالیا بود، تونستم از طریق ایشون ویزای فامیلی اسپانسرشیپ رو اپلای بکنم و این ویزا رو اپلای کردم. و بعد تقریبا 2 سال شما بر روی بعد از 2 سال که شما از گذشتن از این ویزا که روی این ویزا باشین، به اصطلاح شما میتونید برای ویزای اقامت اپلای بکنید. که بعدش من بعد از 2 سال، حالا چون شرایط خاصی هم باز دوباره که شما بتونید برای PR اپلای بکنین، من برای اقامت اپلای کردم و در نهایت اخذ PR و بعدش برای سیتیزنشیپی. یه چیزی تقریبا در حدود 10 سال برای من این دوره طول کشید، به خاطر اینکه قوانین خیلی عوض شد، خیلی شرایط واسه من سخت میشد، خیلی قوانین رو سخت‌تر می‌کردن، خیلی پیچیدگی‌ها بود و به خاطر همین طول کشید، خیلی طول کشید. و حالا پوینت صحبت اینه که برای خود من، تجربه شخصی خود من اینه که فکر نکنید که مهاجرت چیزیه که آسون ممکنه به دست بیار یا فقط یک نقل مکان از یک جا به جای دیگه است. شما وقتی که وارد یک کشوری میشین که از صفر، از زیر صفر باید شروع بکنین، دنبال اجازه کار باشین، دنبال کار باشین، دنبال شرایط اقامتتون باشین، با همه هزینه ها، با همه تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، زبانی، یک پروژه بسیار طولانی مدت و شاید پر از مشقت باشه که بخواد به نتیجه برسه. و خیلی شما باید صبور باشین تا بتونین که از این مرحله عبور بکنین و موفق باشین در مهاجرتتون. خب امیدوارم که این شرح مختصری از آنچه که من خودم برای مهاجرت انجام دادم، حالا به خصوص در زمینه اخذ ویزا، مورد نظرتون واقع شده باشه. باز هم اگر سوالی موردی هست حتما با من در میون بذارید، من خوشحال میشم که با شما در ارتباط باشم. لایک و کامنت هم لطفا یادتون نره. تا ویدئوی آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.